بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و بقیش. بحث امروز بحثی است بسیار مهم برای جوان متدین که تحت فشار جنسی است. جوان مؤمن که میخواهد جغ بزند باید با احکام جغ آشنا باشد تا خداوند باری تعالی جغ او را قبول نماید. جغ بر سه دسته است: یک، جغ ترتیبی که در آن جاقی در ذهنش ترتیب سوژه را می‌دهد. دو، جغ التماسی که در آن جاقی به سوژه التماس می‌کند که ترتیبش را بدهد. سه، دبل جغ که از جغ‌های بسیار توصیه شده و تحت روایات بسیار بسیار در نزد خداوند باری تعالی از درجات بالایی برخوردار است. دبل جغ به آن جغی گویند که جاقی روی لیزی جغ اول جغ دوم را بزند. احتیاط واجبان است که در دبل جغ جاقی از حالت جغ خارج نشود، یعنی بین دو جغ، بین الجغین، از حرکت نیستد. اگر لحظه بیستد که نفس تازه کند بلا مانع است، اما اگر از حالت جغ خارج شود، یعنی اگر کسی او را ببیند نگوید که او در حال جغ زدن است، دبل جغ او قبول نمی شود و نزد خداوند باری تعالی برای او دو جغ متفاوت و جدا از هم ثبت می گردد. یعنی اگر از حالت جغ خارج شود، دبل جغ او باطل است و دو جغ متفاوت برای او محسوب می شود که ثواب خودش را دارد. اما این کجا و آن کجا؟ ید الله معل دبل جغ. اگر جاقی نیت جغ التماسی کند اما در میانه جغ آن را به جغ ترتیبی بدل کند، یعنی در ذهنش مخ سوژه را زده است، جغ التماسی او قبول نمی شود و جاقی کسکن محسوب می گردد و تا 40 روز جغ او مورد قبول جغ تعالی، حق تعالی ببخشید، قرار نمی گیرد. بعد از آن باید جغ هایی که در این 40 روز نزده قضا نماید یا کفاره آن را بدهد. کفاره را یا باید به مستجق بدهد یا به ابن جقیق. مستجق به کسی گویند که فیلم پرن به قدر کفایت ندارد. ابن جقیق به کسی گویند که فیلم پرن دارد اما در راه مانده است و دسترسی به فیلمهایش ندارد. جاقی باید کفاره را مشابه قوت قالب خودش بدهد، یعنی اگر قوت قالب خودش پرن HD است، 1 گیگ به ازای هر نفر و 70 گیگ برای 70 نفر. و اگر قوت قالبش فول HD است، 3.5 گیگ به ازای هر نفر و برای 70 نفر. خیلی برای 70 نفر، خیلی گیگ. نمیتواند حساب کند عالم اسلام، این را نمیتواند حساب کند. اگر مرکب ها دفتر شوند، اگر درختان قلم شوند، دریاها مرکب شوند، بقیه چیزا هم دفتر شوند، نمیتوان مقدار آن را نوشت. لذا احتیاط واجب آن است که جاقی که قوت قالبش فیلم سوپر هست اصلا جغش قضا نشود. اما اگر قوت قالبش زیر 360 پی باشد، جاقی خودش مستجق حساب شده و کفاره بر او واجب نمی باشد. کسی که وظیفه‌اش کفاره است، اگر جغ را نزند و کفاره را هم ندهد، کسی تخمش را هم نمیتواند بخورد، اما از یلغانگی بدور است.
امید که امت اسلام بهره وافی و کافی را از این برنامه برده باشد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا هم می توانید ویدیوهای دیگر را در این مورد ببینید که البته از امت کفر تولید شده است. اینجا هم می توانید امت اسلام را سابسکرایب نمایید.